اقدام های حکومت بحرین علیه شیعیان روز به روز در حال افزایش است و آزادی های مختلف دینی و مذهبی آن را سلب می کند. در همین راستا وزارت کشور بحرین پنجاه نفر را به اتهام شرکت در مراسم شهادت جواد علیه السلام بازداشت کرد. همکارا علی برای گزارش می دهد. های سیاسی و مذهبی همچنان در بحرین ادامه دارد و همواره در حال بیشتر شدن است. فعالان شیعه این کشور اعلام کردند که وزارت کشور بحرین بیش از پنجاه نفر را به اتهام حضور در موکب عزاداری از سنابس در سال روز شهادت امام محمد جواد علیه السلام بازداشت کردند. به گفته فعالان این بازداشت ها به دلیل جلوگیری از فعالیت شیعیان و ادای مناسک مذهبی آنهاست چرا که حکومت بحرین بارها به بازداشت شیعیان به دلیل برگزاری این گونه مناسک اقدام کرده است. بحرین کشوری با موقعیتی استراتژیک در حاشیه جنوبی خلیج فارس است. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بومی این کشور را شیعیان تشکیل میدهند اما این کشور توسط خاندان سنی مذهب آل خلیفه و به صورت پادشاهی موروسی اداره می شود. فعالان بهرینی بر این باورند که حقوق اجتماعی آنها توسط حکومت نادیده گرفته می شود و حتی برخی گزارش ها نشان میدهد دهد آل خلیفه در اقداماتی سعی در تغییر تعادل جمعیتی این کشور نمودن. آنها همچنین کوچکترین اعتراضی را نپذیرفته و آن را هر چند آمیز باشد سرکوب می کنن. لازم به ذکر است حکومت بحرین در ده سال اخیر ده ها مسجد حسینی شیعیان را به بحانه های مختلف پولومبیا تخریب کرده و هزاران تن از پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم را بازداشت و روانه زندان کرده است که بسیاری از آنان نیز در زندانهای آل خلیفه جان باخته و به شهادت رسیدند.